آیا میدونید کدوم بازیکن‌ها جزو برترین فوتبالیست‌های جهان در طول تاریخ بودند؟ فوتبال یکی از پربیننده‌ترین و پرطرفدارترین ورزش‌های دنیاست. این ورزش محبوب و پرطرفدار در طول تاریخ بازیکنانی بسیار مشهور و افسانه‌ای داشته. در هر دوره از تاریخ این ورزش بازیکنی توانمند با ارائه نمایش‌های خیره‌کننده در این مستطیل سبز موفق شده تا قلب فوتبال دوستان سراسر دنیا رو به تپش در بیاره. در این برنامه 8 اسطوره بزرگ فوتبال جهان رو مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. پله فوتبالیست افسانه‌ای سالهای 1958، 62 و 70 با تیم ملی برزیل به قهرمانی جام جهان دست یافت. پله رو سراسر دنیا به عنوان بزرگترین فوتبالیست قرن اخیر میشناسن و فیفا عنوان بهترین بازیکن قرن 20 رو به اون اعطا کرد. فعالیت اون در تیم ملی و در مسابقات بین المللی بسیار چشمگیر بود، ولی موفقیت‌های باشگاهی اون مورد بحثه. پله بیشتر عمر ورزشیش رو در باشگاه برزیلی سانتوس و چند سالی رو در لیگ آمریکا گذروند. این لیگ‌ها هنوز هم در سطح بین‌المللی به عنوان لیگ‌های سطح بالا شناخته نمی‌شن. با این وجود تیم سانتوس با وجود پله برنده تمامی جام‌های موجود شد و پله هم به بالاترین تعداد گل زده در طول تاریخ فوتبال دست یافت. طبق آمارهای غیر رسمی پله در 1363 بازی 1281 گل به ثمر رسوند. او در سالهای 1959، 61 و 65 بیش از 100 گل برای تیم سانتوس به ثمر رسوند. تنها نکته منفی در مورد سالهای فعالیت ورزشی پله اینه که اون هیچ وقت در تیم‌های مطرح اروپایی بازی نکرد. در حالی که لیگ‌های اروپایی در بالاترین سطح فوتبال دنیا قرار دارند، ولی موفقیت‌های بین‌المللی اون با تیم برزیل و توانایی بی‌سابقه اون در به ثمر رسوندن گل‌های مؤثر، پله رو به بهترین فوتبالیست تاریخ فوتبال تبدیل کرد. 2. لیونل مسی. بیشتر طرفداران فوتبال در سراسر دنیا مسی رو به عنوان بزرگترین فوتبالیستی که تا به حال پا به توپ شده می‌شناسن. تا زمانی هم که مسی کفش‌های خودش رو آویزون بکنه، مطمئناً فوتبال دوستان بیشتری به این نتیجه خواهند رسید. مسی در 13 سالگی به تیم بارسلونا پیوست. او در دهه اخیر در تمام موفقیت‌های تیم بارسلونا تأثیر مستقیم داشت. بارسلونا موفق‌ترین تیم فوتبال اروپا است و از زمانی که مسی به طور ثابت برای این تیم بازی کرد، 3 بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. لیونل مسی در 731 مسابقه 587 گل به ثمر رسوند. وی با آمار 526 گل باشگاهی پرگلترین بازیکن تاریخ بارسلونا و با مجموع بیش از 300 گل پرگلترین بازیکن لیگ‌های اسپانیایی است. مسی و رونالدو در صدر فهرست گلزنان تاریخ لیگ قهرمانان اروپا هستند و هر کدام بیش از 100 گل را به نام خودشون ثبت کردند. گل زدن تنها یکی از تأثیرات و جنبه‌های مثبت حضور مسی در تیمه. اون فقط به گلزنی اکتفا نمی‌کنه. ایجاد موقعیت گل و همکاری در به ثمر رسوندن اون یکی دیگه از نقاط قوت مسی برای هر تیمه. 3. دیگو مارادونا. در جام جهانی 1986 تیم متوسط آرژانتین با تلاش‌ها و نمایش‌های خیره‌کننده مارادونا به موفقیت بی‌نظیری دست یافت و در جریان تلاش‌های خود دو مورد از برترین گل‌های تاریخ را هم ثبت کرد. وقتی در مورد برترین بازیکنان فوتبال در طول تاریخ صحبت می‌کنیم، نام مارادونا هم مثل پله همواره در صدر قرار داره. مارادونا برخلاف پله بیشتر فعالیت باشگاهی خودش رو در اروپا گذروند و در تیم‌های بارسلونا و ناپولی بازی کرد. زمانی که به تیم بارسلون رفت، مبلغ قرار داده اون در زمان خود رکورد داره بالاترین دست مزد بود. ولی حضور اون در بارسلونا کوتاه بود و با اختلاف نظرها و شکست‌های زیادی مواجه شد. مارادونا با تیم بارسلونا تنها به یک عنوان قهرمانی کوپا دل ری دست یافت. سپس به تیم ناپولی پیوست که در زمان خود در کنار تیم‌هایی مثل یوونتوس، آس میلان، روم و اینتر میلان از برترین تیم‌های باشگاهی ایتالیا بود. 4.
کریستیانو رونالدو. رونالدو هم مثل مسی در صدر فهرست برترین بازیکنان تاریخ فوتبال قرار داره. این بازیکن همچنان با قدرت به فعالیتش ادامه میده و از توانایی‌های خود به بهترین شکل ممکن استفاده می‌کنه. رونالدو فعالیت ورزشیش را از تیم پرتغالی اسپورتینگ شروع کرد. او در این تیم در پست فوروارد بازی می‌کرد و با نمایش خیره‌کننده‌اش مدافعان حریف را غافلگیر می‌کرد. تیم منچستر یونایتد استعداد بی‌نظیر او را دید و با اون قرارداد بست. این قرارداد اولین فرصت رونالدو برای حضور در تیم‌های مطرح دنیا بود. رونالدو در لیگ برتر 2003 حضور خیره‌کننده‌ای داشت، ولی بعد از 2 سال به بلوغ کاملی در زمینه فوتبال رسید و بهترین عملکرد را در تیم منچستر یونایتد نمایش داد. او در اون زمان بخشی از دوران طلایی و موفق منچستر یونایتد بود. 5. زین الدین زیدان. زیدان به خاطر مهارت بی‌نظیرش در کنترل بازی در فوتبال فرانسه به شهرت رسید و پیش از اینکه در 1996 به یوونتوس منتقل بشه، 4 سال در تیم بوردو بازی کرد. بعد از حضور در این تیم زندگی فوتبالی زیدان زیر و رو شد و استعدادهای او در فوتبال بیش از پیش آشکار شد. زیدان 2 گل زیبا در فینال جام جهانی 1998 در برابر برزیل به ثمر رسوند و تونست توپ طلای این جام را از آن خود کنه. او علاوه بر اینکه عنوان برترین بازیکن جام را از آن خود کرد، به همراه تیم ملی فرانسه قهرمان جام جهانی شد. 6. فرانس بکنباور. بکنباور یکی از برترین فوتبالیست های تاریخ فوتبال، نه تنها بسیار مستعد بود بلکه توانایی فوق‌العاده‌ای در تغییر بازی داشت. بکنباور معمولاً در پست مدافع میانی بازی می کرد، ولی توانایی فوق‌العاده او در انتقال بازی از خط دفاع به حمله یکی از مهمترین دلایل موفقیت او بود. بکنباور هم با تیم ملی آلمان و هم با تیم باشگاهی خود یعنی بایرن مونیخ موفقیت های زیادی به دست آورد. 7. میشل پلاتینی. میشل پلاتینی یکی از بهترین فوتبالیست های فرانسوی بیشتر دوران 15 ساله فعالیتش رو در پست هافبک هجومی برای تیم های نانسی و یوونتوس بازی کرد. در بیش از 432 بازی باشگاهی 224 گل زد و به تیم هایی که در آنها حضور داشت کمک کرد تا به موفقیت های قابل توجهی برسند. 8. یوهان کرایوف. یوهان کرایوف بازیکنی هلندی و یکی از بهترین هافبک‌های هجومی نسل خود بود و درست مثل بکنباور توانایی فوق‌العاده‌ای در تغییر روند بازی داشت. این بازیکن در آکادمی فوتبال آژاکس آموزش دیده بود و بیشتر دوران فعالیت ورزشیش را هم در همین تیم سپری کرد. در این مدت 7 قهرمانی در لیگ هلند و 3 جام اروپایی به دست آورد. کرایوف پیش از اینکه به بارسلونا ملحق بشه در 240 بازی 190 گل برای آژاکس به ثمر رسونده بود. بسیار خوب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه هم با ما همراه بودید. به نظر شما بزرگترین اسطوره فوتبال جهان کیه؟ حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید. در آخر هم اگر از دیدن برنامه‌مون لذت بردید، اون رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید برای دیدن برنامه‌های جدید ما این صفحه رو دنبال کنید.